بینندگان خوب برنامه های مختلف که از پرژان واتس ضبط میشه با مهمانان بسیار عالی‌قدر، مطلع، آگاه و برای شما بینندگان عزیزمون که در شبکه های مختلف گذاشته میشه تا بتونه یه بخشی از فرهنگ ما رو پر کنه و اون رو به سمع و نظر عزیزانی که علاقمند هستن برسونیم. ما در پروژه خاک هستیم و در پروژه خاک همونطور که همه شما میدونید به استانهای مختلف سفر میکنیم و آنچه رو که راجع به اون استان هست برای شما به شکل تصویری نشان میدهیم. ما همکنون هنوز در استان کرمان هستیم، به عبارتی گفته میشه پهناورترین استان ایران که خب از نظر تاریخ و از نظر تمدن هم گویای یک تمدن بسیار غنی، قوی و قدیمی هستش و به همین دلیل هست که خب غذاهای مخصوص به خودش هم داره، غذاهایی داره که درسته که با شهرهای دیگه، با استانهای دیگه ممکنه در بسیاری از موارد اون اصول اولیه و اساسش یکی باشه، ولی ممکنه که شیوه های پختنش و همینطور ادویه‌جاتی که در اون به کار میره تفاوت داشته باشه و همین تفاوت ها هست که غذاهای بومی هر منطقه رو میسازه. غذاهای بومی هر منطقه متناسب با مواد اولیه‌ای هست که در اون منطقه وجود داره و همینطور گیاهانی که در اون منطقه رشد میکنه، گیاهانی که اونجا هست و میتونه به شکلی در مواد غذایی استفاده بشه و همچنین ادویه‌جات که رول اصلی و نقش مهمی رو در طعم و مزه دادن به هر غذایی ایفا میکنه و این سبب میشه که تفاوتی رو شما بین غذای مثلا کرمانی با غذای شهر دیگری حس کنید. گفتم ممکنه مواد اولیه بسیاری از قسمتاش یکی باشه اما ممکن هست نحوه پختش، نحوه اول و دوم تقدم و تأخر استفاده از این مواد، همینطور ادویه‌جاتش با هم متفاوت باشه که مزه متفاوتی رو میسازه. ما دومین برنامه هست که در مورد آداب غذا خوردن و غذاهای مخصوص کرمان داریم صحبت میکنیم. نامش رو گذاشتیم سیرمونی و سیرمونی یعنی آداب غذا خوردن، یعنی غذا خوردن و غذاهای مخصوص به کرمان. مهمان ما هم همونطور که در بخش اولش دیدید جناب مهران راد هستن. خدمتشون عرض سلام دارم و خوش آمد میگیم. سلام عرض میکنم، منم خوشحالم که هستم در خدمتتون. خواهش میکنم. و خب در دفعه پیشین شما قدری ما رو با واژه سیرمونی آشنا کردید و فرمودید که این واژه به چه صورت ازش استفاده واقعی و درست میشه و همینطور بخشی از آداب کرمانی ها رو گفتید که شاید مهمترین نکته ای که من به خاطر دارم این هستش که کرمانی ها خیلی عادت به تزیین غذا ندارن و اون کنه و بنه و مزه غذا رو به تزیین کردن و ظاهرش، آراستن ظاهر ترجیح میدن، ولی حتما موارد دیگه هست که این بار از زبان جناب مهرانی را شنیدم. بله، یک نکته میخواستم بگم، یادم افتاد به خاطر مقدمه شما که گفتین حالا یه تقدم و تأخری باعث میشه که تفاوتها بروز بکنه گاهی اوقات. اتفاقا میخواستم تأکید بکنم بر اهمیت این گفته شما که یک عادت بدی است گاهی اوقات ما داریم و فکر میکنیم این چیزی که هست همان چیزی هست که اون یکی چیزی که نیست هست. یعنی فکر میکنیم مثلا حالا
این همونه با این تفاوت که یک گوشتی بهش اضافه کردی، این همونه با این تفاوت که یک نمکی بهش اضافه کردیم. یعنی همش اون چیزایی که به اصطلاح تفاوت‌ها رو اختلاف‌ها رو با این نوع گفتارامون گاهی اوقات در نظر نمیگیریم، نادیده میگیریم، کمرنگ میکنیم و این باعث میشه که یاد نگیریم اون کنه مطلب رو درست یاد نگیریم و متوجه اصلا همه، اگر اینجوری ما بخوایم فکر کنیم همه دنیا یه چیزه، همه چیز بالاخره چهار تا اتمن و الکترونن و اینا که دارن دور هم دیگه، پروتون و هسته و دارن دور هم دیگه میچرخن. اصلا همین تفاوت‌های کوچیک هست که مهمه و دنیا رو رنگ‌آمیزی میکنه، زندگی رو رنگ‌آمیزی میکنه، زندگی رو معنی میبخشه، تفاوت‌ها رو ایجاد میکنه. در مورد که به اصطلاح غذا خوردن تو کرمون، من این رو بگم که توی یه حدود مثلا 10 سال پیش من شروع کردم به نوشتن یک کتابی به نام آیین سیرمونی و به اصطلاح موفق شدم که 80 نوع غذا و پیش غذا و شیرینی و تنقلات سفره و به حساب به قول خودم خوناکی ها و یعنی مثلا فالوده و این چیزا رو تفکیک کنم و اینها رو درشون یک خصوصیت کرمونی ببینم و احساس کنم تفاوت ها به قدریست که ما میتونیم اونها رو با این ورژن، با این نوع کرمونی بشناسم. و بعد شروع کردم به دستبندی اینها و خب من علاقه دارم بیشتر به حوزه واژه ها و ادبیات و هی رو معانی اینها مرور میکردم، دنبال میکردم که اینا هر کدومشون از کجا اومدن، کلماتشون چه معنی میدن و اینها. و بعد رسیدم به این که خب اینا رو دستبندی کنم یه جوری یک دستور غذایی هم برای اینها پیدا بکنم و به هر حال یه مجموعه درست کنم برای خودم، حالا در وهله اول، بعدش حالا اگر قابل چاپ شد یا مطالعه دیگران شد اون وقت حالا دیگران هم ببینن، که هنوز هم این کار ادامه داره با کندی ولی ادامه داره. من توی این تقسیم بندیم اول یه سری 3 تا در واقع آیتم فراموش شده، خوردنی های فراموش شده رو دیدم که مهمن. یکی گندم شیر هست و یکی قرمه و یکی متنجنه. این 3 تا مهمه، یعنی هر 3 تا رو میشه زنده کرد و مهمه که زندهشون بکنیم و خیلی جاشون خالیه، هم برای یه نفر که در کرمون زندگی میکنه و اون مثلا نوستالژی این غذاها رو هنوز داره و شنیده از گذشتگان راجع بهشون، از عموها و مادر بزرگا و پدر بزرگا و اینها شنیده، هم برای حتی یه آدمی که مثلا مثل من در کانادا زندگی میکنه و میتونه اینها رو جایگزینای خوبی ببینه به جای بعضی از غذاهایی که وجود داره و میتونه از اینها ترکیبات خوبی بسازه. مثلا یک صبحانه هست که معروف به صبحانه انگلیسی هست و اون بیکن و تخم مرغ و سیب زمینی سرخ شده هست که خب خیلی صبحانه خوبی هم هست و خیلی هم اینجا معروفه و تقریبا شاید بگیم بالای 60% آدم ها صبحانه خوب که وقت میخوان بخورن یه چیزی تو همین مایه ها میخورن. واقعا قرمه میتونه داخل این بیاد و جایگزین بیکن بشه و خیلی هم میتونه جایگزین خوبی باشه. یا مثلا فرض کنید در مورد گندم شیر، به دلیل اون طبیعتی که گندم شیر داره میتونه یک نوع، حداقل یک نوع سوشی از گندم شیر درست بشه و شاید خوب باشه. من حتما این تست رو خواهم کرد چون معتقدم که میتونه این کار بکنه. یا در مورد متنجنه به نظرم واقعا یه ظلم بزرگی است به کل آدمایی که میتونن غذا بخورن، حالا که ما متنجنه رو رها کردیم و درستش دیگه نمی کنیم و فقط این آبگوشت متنجنه ازش باقی مونده که اون هم سالی 1 بار شاید یک کرمونی این درست بکنه یا نکنه. و
خب میدونم متنجنه در واقع ترکیبی هست از میوه های خشک شده که اینها با حرارت ملایم در تابه سرخ میشن در روغن و اینقدر با حرارت ملایم و طولانی سرخ میشن که تغییر رنگ میدن و ترکیبش هم ترکیب مهمی هست، یعنی یه ترشاله داره که در واقع یه زردالوی ترش هست و به داره که خیلی تو رنگش و باز کیفیت مزهش تأثیر داره و بعد برگی هلو داره و یه چیزایی که خوشباری هست که اینها رو اینقدر ادامه میدن این سرخ کردن رو که کاملا دیگه آبش جذب میشه و اشباع میشه، از یک نواخت میشه، رنگش هم یک نواخت میشه و اینا میشه تو کیسه خارج از یخچال حتی به مدت طولانی نگه داشت و بعد خیلی ترکیب خوبی است برای خیلی از غذاها که حال یکیشون هم آب گوشته. و نهایتاً به چه رنگی در میاد بعد از اینکه فرمودید مدت‌ها توی یه تابه به آرامی تا هم به اصطلاح یک قهوه‌ایه که یه ذره قرمز هم توشه، یعنی یه قهوه‌ای که بیشتر تمایل به قهوه‌ای داره ولی یه کوچولو قرمز هم میزنه رنگش. یعنی وقتی که غذا درست میشه یه چیزی شبیه رنگ فسنجون در میاد؟ نه، این ببینن بعدن جوری نیست که از خودش رنگ پس بده، مثلا رب انار که غلبه داره تو فسنجون و کاملا فسنجون رو تحت تاثیر قرار میده. این در واقع مزه میده به غذا ولی آنچنان رنگ غذا رو عوض نمی کنه. مثلا آب گوشت متنجنه رنگش خیلی فرق نمی کنه با آب گوشت نخوداب یا با آب گوشتایی که حالا توشون حتی گوجه نیست، چون حتی آب گوشتی هم که مثل آب گوشتای تهرونی که توشون گوجه هست مثل دیزی و اینا، رنگ آب گوشت متنجنه با او خیلی فرق نمی کنه. آنچنان تفاوت ولی یک کم قهوه‌ای تره. در واقع رنگ نمیدن، رنگی از خودشون خیلی به غذا نمیدن ولی یه لعاب و مزه خوبی به غذا میدن. طعم ترش و شیرین میشه فکر میکنم، طعم ترش و شیرین داره و بعد میوه رو اضافه میکنه و یه عطری از میوه جات رو اضافه میکنه به غذا. اگه غذا یه ذره آبکی باشه این خوب جواب میده. در گیلان یه غذایی هست متنجان که فکر میکنم همون متنجان گیلانی هم همین متنجنه ما باشه، حالا با احتمالاً میوه هایی که اونجا بیشتر بوده تا کرم باشه. اصلا این اسم برای این چنین غذایی از کجا اومده؟ متنجنه یه مقداری اسم خیلی راحتی نیست گفتنش، این از کجا اومده؟ شما در این مورد هم تحقیق داشتید؟ من در این مورد تحقیق داشتم ولی به نتیجه قطعی نرسیدم و مطمئن نیستم. به نظرم یک ترکیبش یکم اولا ترکیبش عربی به نظر میرسه و به نظرم شبیه مثلا مرصع هست، یعنی یه چیزی که دارای نگین‌های مختلف هست، دارای چیزهای مختلف هست که در کنار هم قرار گرفتن. این چیزی که بیشتر به صورت حسی من از کلمه متنجنه میفهمم، یعنی مثل تقریبا شبیه مرصع، یعنی جواهر، مرصع یعنی جواهر نشان و خب مرصع پلو هم داریم، مثلا که پلویی که توش قطعات رنگی مختلفی هست. حالا فکر میکنم متنجنه هم شبیه به اون هست، همین معنی کمابیش نزدیک به اون میده به معنی رنگ و وارنگ و اینها، ولی همینجور که عرض کردم من مطمئن نیستم، الانم پشیمونم از اینکه معنی رو گفتم به خاطر که این فقط یه معنی حسیه، اینجوری حس میکنم، هیچ شاهدی ندارم برای اینکه اثباتش کنه. این برداشت خود شما هست و تحقیقی که فکر کردید شاید به جایی برسید که بله یه پیشنهاد، ولی خودتون ذهنن این رو برای خودتون در ذهنتون درست کردید. بله اینجوریه دقیقاً، هم با تا نوشته میشه هم با ت دو نقطه نوشته میشه و شما میتونین هم توی فرهنگ های کلمه رو پیدا بکنید، تو متون پیدا بکنید.
اما غیر از این غذاهای فراموش شده یا خوردنی های فراموش شده که بیشتر جنبه ماده به اصطلاح مواد میانی دارن، چون میدونم ما در آشپزی یه سری مواد خام داریم، یه سری غذای پخته داریم و یه سری محصولات بینابینی داریم، یعنی چیزایی که آماده میکنیم، نه خامن و نه غذا هستن، ولی آمادهشون میکنیم برای غذاهای بعدی. هم قرمه و هم متنجنه و هم گندم شیر از این جنسن، یعنی هفتتاشون از این جنسن. اینها غذا نیستن، اینها آماده میشن برای اینکه ما بعداً ازشون یه غذاهایی درست کنیم. همینجور که الان مثلا ما میایم سبزیهای مثلا خورش قرم سبزی رو خیلی از آشپزا میان سبزیهای خورش قرم سبزی رو آماده میکنن، تفت میدن، بسته‌بندی میکنن، میذارن تو فریزر و یه روزی اینا رو در میارن باش خورش قرم سبزی درست میکنن. اینا در واقع چنین چیزیست، یک محصول میانی هست بیشتر تا نهایی، محصول نهایی نیستن. اما در مورد لبنیات هم ما یک تنوع خاصی در کرمون داریم. ما تلف کفو داریم، تلف گل سرخی داریم، تلف سنگ داریم، لور داریم، مسکه داریم که مسکه در واقع یه نوع کره سفید رنگیه که انگار دوغ کاملا ازش جدا نشده. و حالا با این لبنیات ترکیباتی میسازیم که میاریم تو سفره‌هامون، مثلا ماست و خرما که خیلی دوست داریم و میخوریم، ماست و کدو که به عنوان غذا میخوریم، ماست و خرما رو به عنوان دسر میخوریم، ماست و کدو رو اصلا به عنوان غذا میخوریم. ماست و مشکک هست که در واقع یه چیز شبیه مثلا تزیین ماسته، ولی مشکک یه گیاهیه که خیلی هم سخت تراشیده میشه از سنگ ها و ذرات ریزی داره و یکم حالت گازدار میده به ماست و ماست رو خوشمزه میکنه. و ماست و کاکوتی میخورن کرمونی آگاهی، کنگر ماست میخورن، کشک و بادمجون که با ترکیب با کشک، کشک و کدو، کشک و سیر و کشک کلجوش. و در مورد کشک کلجوش بگم که خب خیلی غذای ساده است و کلش یعنی کال و کالجوش، کالجوش یعنی نجوشیده، کشکی که خیلی نجوشیده کلجوش هست. و به صورت کالجوش توی فرهنگ اصفهانی و واژه‌های اصفهانی هم وارد شده و فکر کنم اصفهانی‌ها میگن کالاجوش. و توی لغتنامه ده خدام هم اگر کالجوش رو نگاه بکنید، حتی یه داستان بامزه‌ای هم اونجا هست و یه شعر بانمکی هم تو لغتنامه هست توی کالجوش، که حالا اونجوری که کرمونی ها میخورن در واقع نکتش اینه که شما کشک رو بتونی با سیر بساوید، احتیاج به تاغار داره و توی تاغار باید کشک رو خب خیس بکنن و آب اولش رو بریزن بیرون، چون آب اولش خب هم شوره هم یه مقداری آلوده است، چون کشکا در معرض حشرات بودن و اینها، بهتر اول یه مقدار شسته بشن، بعد اون وقت شروع میکنن کشک رو ساویدن. حالا یکی از کارهای سخت اینه که سیر رو هم باش بساون. خیلی های کار نمی کنن، صبر میکنن که کشک رو میساون، بعد سیر رو میگیرن به قول ما به جون تغار هی میکشن و سعی میکنن که اینه لهش کنن و قاطی کشک بکنن. بعضی هم نه، معتقدن که با سیر قاطی کشک باشن، با کشک میساون سیر رو. و وقتی که این یه مایه یک نواختی شد و نسبتاً سنگین، اون موقع یک مقدار سبزی خشک، حالا شامل شاید مرزنجوش گاهی اوقات، نعنا، پونه، ما کرمونیا به پونه میگیم پودنه و نعنا رو با روغن داغ میکنن و میریزن روی این کشک. ببینیم میگن کشک کلجوش، یعنی یه چیز فوق‌العاده ساده است، ترکیبی است از چشک و انگار روغن. برای من میدونید چی جالب هست؟ که کرمانی ها اکثرا واژه ها رو میندازن و کوتاه میکنن، اما پونه که خودش کوتاهه اومدن یه ده بهش اضافه کردن و بلندش. من اسباب شرمندگی دیگه ببخشید. من شما از یه کلمه استفاده کردید، ببخشید، به نام مسکه.
مسکه گفتید که از ماست. مسکه یک، ببینن وقتی که شیر رو تو مشک بریزن و شروع کنن به زدن، شیر یواش یواش شیر رو، بله شیر رو تو مشک هل شروع کنن به زدن، بعد از این مدتی شروع میکنه به ترش شدن و یک چیز ازش جدا میشه، یک چربی های از روش جدا میشه. وقتی که اون چربی رو ور میدارن، اون اول اون چربی مسکه است و سفید رنگه. بعد این مسکه رو بخاطر این مسکه خراب میشه، مسکه رو بخاطر که خراب نشه میان با حرارت ملایم روی آتیش گرمش میکنن، شروع میکنه یک قسمت های روغنش جدا شدن و قسمت های سفیدش جدا شدن. بعد به قسمت روغنی دوباره میبندنش، میگن کره. کره در واقع از تو دل مسکه در میاد. بله بله. و حالا به مسکه کرمونی ها بعض موقع به چیز میگن مسکه، مثلا یه چیزی که خیلی دیدن تو لهجه عمومی میگن گلابی، مثلا میگن فلان چیز گلابیه. کرمونی ها قدیمی میگفتن این مسکه، این مسکه یعنی خیلی نرم و راحت و خوب. و مثلا یه پدر بزرگی بوده، این سوار هواپیما شده بوده و نوه ها اومده بودن گفتن هواپیما چطور بود بابا، گفته بود این مسکه، خیلی خیلی خوب بود، بهش چسبیده بوده، مزه کرده بوده. بله بله بله. و تنقلات سفره، باز ما برای خودمون یه تنقلات سفره‌ای داریم که بعضیاشون خب اختصاصی هست، مثلا ترب و گردو که منم خیلی دوست دارم و اون اینجوریه که ترب رو پوستش میکنن و میشورنش و خشکش میکنن و با گردو میکوبن، نه ترب چه ها، ترب سیاه، با گردو میکوبن این رو و هیچی هم دیگه بهش نمیزنن و واقعا هم یه مقداری تنده، یعنی تقریبا نوجوانان و کودکان که اصلا نمیتونن بخورن، فقط بزرگ سالان هستن که حالا ذائقه هاشون یه مقدار عادت کرده میتونن اینو بخورن، ولی واقعا میچسبه. ما قدیم وقتی که کشک بادمجون میخوردیم حتما ترپ گردو هم باش میخوردیم، ما نمیگیم ترپ، میگیم ترپ، این ترپ گردو و خلاصه ترپ گردو هم باش میخوردیم و خیلی هم به اون میچسبید. و ارده و خورما هست که یه ترکیبی هست که خب باز در کرمون، یعنی خورما من معمولا خورمای رطب رو با ارده قاطی بکنن و خیلی باید ورزش بدیم و بعد خیلی صبحانه خوبی است. و مربای به هم باز از مشخصات، یعنی من تا وقتی که بزرگ شده بودم و دیگه جوونی شده بودم هیچ مربای غیر از مربای به ندیده بودم، اولین باری که مربا آلبالو دیدم برام عجیب بود و تازه تا مدت ها من فقط همین مربای ب بود، اگه خیلی فکولی می شد و مدرن می شد و پولداری می شد مربای آلبالو من بهش اضافه می شد. مربا در کرمون بود مربای ب و چیز غیر از این تقریبا نبود، با وجود اینکه فرزن زردالو اونجا خیلی زیاده و میوه های دیگه، ولی میوه های دیگر رو مربا درست نمی کردن. نه البته الان که خب همه چی درست میکنن الان، بله الان بله، ولی بله قدیما واقعا فقط، یعنی هم خیلی هم خوش رنگ بود هم خیلی هم خوشمزه بود و این جا افتاده بود که مربا یعنی مربا به، مثل دیدن تو فرهنگ ما جا افتاده که مولوی یعنی به اصطلاح آقای محمد مولوی بلخی، جلال الدین محمد مولوی بلخی، ولی خب ما همه میدونیم که مولوی که به این معنی نیست، مولوی یعنی مولای من، ولی جا افتاده دیگه برای همه میگن مولوی، میفهمن که منظورون، یا مثنوی جا افتاده که مثنوی یعنی این کتاب خاص، دستور خب شاهنامه هم مثنوی، بوستان هم مثنوی، این همه مثنوی داره، ساقی نامه حافظ مثنوی هست، ولی ما وقتی میگیم مثنوی اونه. در کرمان هم مربا فقط به مربای به گفته میشد، بعد یواش یواش دیگه جای خودشون رو مرباهای دیگه هم باز کردن و مربای به هم باید توی صرفای به صلاح قابلمه های مسی ساخته درست بشه و مس هم که در کرمان و صنایع مسی خیلی عرض و قرب داره و یکی از صنعت‌های معروف کرمان است، قدیمی و معروف. بله بله. ترشی بنه باز دوباره از
ترشیهای که تو اون منطقه هست و تو کرمان هست و بنم میدونی در واقع یه درخت بیابونی و کوهی هست که یه محصولی شبیه پسته داره، شاید مثلا شکل وحشی پسته باشه یا شکل اولیه و تکامل نیافته پسته باشه، نمیدونم. حالا این واقعا دیگه احتیاج به تخصص داره این صحبت، ولی به نظرم خیلی شبیه به پسته است، با این تفاوت که پسته درشت و خوشمزه و قابل به عنوان تنقلات میشه خوردش، بنه نه ریز و سفت و خیلی ترشی درست کردنش هم سخت. یه چیز دیگه داریم به نام کرو که این هم به صورت یه آشی پخته میشه و یه دونه های ریزی داره بین ماش و عدس، یکم سیاه رنگه و این هم الان خیلی کم هست ولی هنوز در کرمان گیر میاد کرو، و اون هم براش مردم محلی یک خواصی قائلن و فکر میکنن یه فوایدی داره. و کرو گیاهه؟ بله بله، یه دونه گیاهی هست. درخت یا اینکه درخته یا اینکه بوته؟ گیاهش من ندیدم ولی دونش شبیه مثلا ماش، یکم از ماش بزرگتر. بله ولی گیاهش ندیدم، احتمالا باید شبیه نخود و اینا باشه. بله. و یه چیز دیگه ای باز از همین دسته، یعنی در واقع تنقلات سفره، ابراهیم خانیه. ابراهیم خانی یعنی شله زرد که در کرمان هم خب به هر حال هست، و نخود و عدس که و سرکه شیره. در کرمان آش وقتی میخوان درست کنن همه چیزای آش کاتیش نیست، یعنی آش به تفکیک پخته میشه و اصلا سفره آش کرمانی کاملا با یه سفره آش دیگه فرق داره. شما وقتی مثلا در تهران یه سفره آش باشه، خب یک نوع یا دو نوع آش یا هر چند نوع آش در سفره است و هر کس هر آش خاص میکشه میخوره، در صورتی که در کرمان همه چیزها به تفکیکه. یعنی کوفته قلقلی هست که ما بهش میگیم که کوفته ریزه، کوفته ریزه جدا هست، سرکه و شیره قاطی شده جدا هست، چشک جدا هست، نخود عدس حتی که قاطی آش هست جدا هست. بعد یه آشی وجود داره که این آش خیلی هم نسبت به آشای تهرانی شله، بخاطر خب همه این موادش در واقع خارج شدن ازش. حالا سیرداغ و پیازداغ و اینا هم همه جدا هست، شما در واقع از اون مایه آش میکشین که خیلی هم شله، بعد حالا اینا رو اضافه میکن. و مایه آش فقط آب و سبزیجات؟ آب و سبزیجاته. بله بله، آب و سبزیجاته و حالا اون ادویه ها و اون چیزایی که داره. و خب خود اون آش چیزم هست، رشته هم هست توش، آب و سبزیجات و رشته. و بعد اون وقت این تو مدت طولانی پخته و حالا جدا همه خیلی سفره آشی کرمانی زحمت داره، یعنی باید کوفته قلقلی ها همه جدا پخته شده باشه، نخود عدس ها باید کاملا پخته و آماده باشه، چون خب اینا ثقیله دیگه، اگر پخته نباشه و قاطی بکنیم بعد دل درد میشن آدم ها. و بعد همه اینها رو آدم ها به سلیقه خودشون اضافه میکنن، یعنی یه کاسه آش گیرشون میاد که کلی چیز میز میتونن بهش اضافه بکنن و تعداد اینام زیاد هست، این چیزایی که میخوان اضافه بکنن. ولی معمولا دو نوع آش رو از هم تفکیک میکنن، یا با سرکه شیره میخورن یا با کشک میخورن. و اونایی که معمولا هم اینجوری رنج سنی اینجوریه که جوونا بیشتر با کشک میخورن، مسنا بیشتر با سرکه شیره میخورن. من سرکه شیره یک کم طعم شیرینی داره میده به آش که خب جوونا معمولا دوست ندارن. خب این نشون میده که چقدر به خواست مهمان اهمیت میدن. این که مثلا فرض کنیم مهمانی نمیخواد خیلی نخود لوبیا بخوره، خب کمتر برمیداره، یا اگر بخواد کوفته ریزه کوفته قلقلی بیشتر بخوره بیشتر بر. یعنی نشون میده که ارزشی که برای مهمان میذارن بسیار زیاده و متناسب با طبعش میخوان که خودش انتخاب کنه.
نمیدونم این برداشتی هست که من از این نحوه منم دوست دارم این برداشت شما رو قبول بکنم، به دلیل که خب یه تعریفی هست از مردم، که هر برداشتی که مبتنی بر تعریف و تمجید باشه آدم دوست داره. ولی نکته در اینه که این نکته رو من بگم که اولا میبینن آش در فرهنگ ما خیلی مهمه، به خاطر همین ما به اصطلاح شف میگیم آشپز، مثلا نمیگیم پلو پز، نمیگیم آبگوش پز، نمیگیم کباب پز، میگیم آشپز. پس میگم آش خیلی مهم بوده توی غذاهای ما، و غیر از این که جنبه غذایی داشته، جنبه دارویی داشته. یعنی آش برای مریض پخته میشده مخصوصا، چون آدمای مریض فرض میکردن که آدمای مریض هم احتیاج به بنیه کافی دارن، باید ویتامین ها، و حالا ویتامین که نمیشناختن مردم در قدیم، ولی به هر حال اون چیزی که حالا قوه میگفتن، اون قوه لازم رو درش باشه. به خاطر همینم اینجا میخوام برسم به فرمایش شما، بگم که شما فکر کنید یه غذایی برای مریض درست میشه. خب مریض مشکل معده داره، مشکل روده داره، مشکل هضم داره، جنبه سلیقه داره. خود مثلا فکر کنید یه زن حامله ای که ویار داره، یا یک کسی که مسئله غذا خوردن داره، مشکل غذا خوردن داره، و بنابراین آش میتونه با تفکیک کردن این چیزا از هم همه سلیقه ها رو اقناع کنه، اون چیزی که مریض لازم داره رو بیشتر بریزن توش، اون چیزی که براش بده مثلا تحریک کننده است اون رو نریزن توش. این نکته به اصطلاح این فرمایش شما رو تایید میکنه که اون کسی که در واقع غذا رو دریافت میکنه، حالا چه مهمان باشه چه مریض باشه، اینها داره اینجوری در واقع یه جوری دیده میشه. اما از این به اصطلاح قسمت تنقلات سفره که بگذریم، مسئله پلوها تو کرمان هست. همین که ما توی کرمان حداقل وقتی ما بچه بودیم، نوجوان بودیم، فرق پلو و چلو معلوم نبود. یعنی ما اینجوری نبود که مثلا به چیزی که توش هیچی نباشه بگیم چلو، به وقتی که قاطی داشته باشه بگیم پلو. ما با همه چی میگفتیم پلو. و دمپخت، حالا پلوها رو که میخوام بگم، دمپختی که توش سیب و پیاز هست، سیب زمینی و پیاز، دمپخت گندم شیر زیر پلو، دارم چیزایی که مال کرمونه میگم، رشته پلو، که رشته پلو یه مقدار جنبه آینی هم داره، یعنی مثلا پنجشنبه ها برای مردگان، برای اینکه مثلا برسه به روح مرده یا ثوابی برسه، اینها درست میشده. و همینطور من یادم هستش که شب عید درست میکردن رشته پل، روز اول عید رشته کار دستشون میاد. آره، هنوزم البته در کانادا در فروشگاه های افغانی ها غذاهای افغانی هست، من میبینم یه چیزی شبیه رشته پلو ما گاهی اوقات هست. و کلم پلو که خب با کلم پلو شیرازی البته فرق میکنه، کلم پلو شیرازی خب کاملا متفاوت هست، توش بن سرخ داره و کوفته ریزه داره و بعد کلم داره و اینها، این فرق میکنه شکلش با اون. سبزی داره توی کلم پلوی شیرازی، مال ما نداره سبزی. عدس پلو که حالا با خورما ما سرو میکنیم، و لوبیا پلو که این باز فرق میکنه با اون لوبیا پلوی که لوبیای تازه توش هست، نه این لوبیا واقعا لوبیای خشک توش هست. و ماش پلو، نه ماش پلو فقط اشکالش اینه که خیلی روغن لازم داره و پختن ماش پلو بدون روغن سخته، و به خاطر همینم هم منسوخ شده، و بهتر هم اتفاقا منسوخ بشه، چون یه مقدار خیلی زیادی روغن باید مصرف کنی که جنبه سلامتیش خوب نیست. اما در باب خورش ها بگم که ما خورش های مخصوص خوبی داریم، مثلا خورش به آلو داریم که یه خورش واقعا فوق‌العاده است، با مرغ و به و آلو درست میشه. و یه خورشی داریم به نام خورش گوجه که خیلی خوشگله، مثل فسنجونه ولی قرمز، و به جای مرغ هم توش کوفته قلقلی هست، یعنی یه چیز شبیه کوفته است، ولی خورش به صورت خورش با پلو میخوریم.
و یه فسنجون با پسته داریم که خوبه. جالب، فسنجون با پسته هرگز نشنیدم. احتمالی خیلی زیاد به دلیل اینکه به هر حال رفسنجان جز استان کرمان هست و پسته اونجا خیلی زیاده هستش. بله. و باز ما یه خورش قیمه داریم که با خورش قیمه تهرونی و معروف رایج یکم فرق میکنه. ما به خورش قرمه سبزی میگیم خورش سبزی، نمیگیم خورش قرمه سبزی، میگیم خورش سبزی. خورش سبزیمون هم باز فرق میکنه، همجور که خود شما هم گفتین با لوبیا چشم بلبلی هست و گاهی اوقات حتی ذرات ریز شده سیب زمینی هم توش هست. و قیم بادمجون داریم و مسما بادمجون داریم و کدوی با غوره داریم که این هم جزو خورش‌های کرمان است. اما در مورد خوراک‌ها یه خوراکی داریم که خیلی همه میگن بزقرمه، چون تا به یه کرمانی بگید یه غذای محلی بگو، اولین چیزی که به ذهن آدم ها میرسه میگن بزقرمه. بزقرمه رو شما فکر کنید که یه آبگوشتی است که توش گوجه نداره، سیب زمینی هم یا نداره یا خیلی حداقلی داره و به جاش خب یه مقدار زیادی سیر داره، و وقتی که این آبگوش پخت و آماده شد و با گوشت و گوسفند این آبگوش آماده شد و کاملا جا افتاد، اون وقت پیازی که داخل این آبگوش هست خارج میکنن ازش و میندازن دور و کشک میریزن توش و این بهش میگن بزقرمه. و غیر از نخودم معمولا چیزی تو آبگوشتش، یعنی حبوبات نیست، فقط نخود. و خب غذای محبوب کرمونیاست و خیلی دوست دارم، خود منم خیلی دوست دارم و الانم دهنم آب افتاد راست میگم. و این قرمه از کجا اومده؟ قرمه فکر نمی کنم یک واژه کرمانی باشه. قرمه واژه ترکیه. آها. و بز چی؟ بز و قرمه این دوتا ترکیبش، یعنی با گوشت بز درست میکنم، با گوشت بز و بزغاله درست میشه؟ بله، با گوشت و بزغاله، یعنی با به قول کرمونی ها کره احتمالا درست میشده. ولی از وقتی که من یادم هست و دیدم و خوردم و بزرگاترهای فامیلمون درست کردن اینا، همیشه با گوشت بره بوده. ولی از روی ترکیب کلمه معلومه که این به اصطلاح بزی، یعنی در واقع قرمه‌ای که با بز درست میشده احتمالا میومدن با کشک قاطی میکردن و بز قرمه درست میکردن. چون خود قرمه میدونه، قرمه اینجوری هست که یک گوسفند کامل رو بدون اینکه هیچ جاش بیرون، یعنی هیچ گوشت و اینا بیرون ریخته بشه، کاملا میشستن و تمیز میکردن و میریختن داخل کماجنوهای بزرگ و نمک زیادی هم میزدن و با حرارت ملایم میذاشتن مدت طولانی بپزه و این اینقدر میپخت که دیگه کاملا له میشد و تبدیل میشد به یه تیکای به اصطلاح گوشتی که کاملا جدا میشن از هم، یعنی آبش هم تموم میشه. برای نگهداری سالیانه این کار رو میکردن. بله. خب میدونن گوشت بره خودش چرب هست، کشک هم بهش اضافه کنید دیگه خیلی چرب، ولی گوشت کره یا بز چرب نیست. بنابراین این رو میومدن احتمالا با کشک قاطی میکردن که اون چربی که کم داره توسط به اصطلاح کشک جبران بشه. ولی بعدها که دیگه مردم گوشت چرب خور شده بودن، احتمالا همون برار جایگزین کره کردن. و بوز آخه گوشتش هم یه کمی سفته، یه کمی ناپزاست به اصطلاح. میدونم بوزی که شما میگین اون بوز تهرونیه، یعنی بوزیه که تهرونی ها میگن. بوزی که تهرونی ها میگن با بوزی که ما کرمونی ها میگیم فرق میکنه. ما تو کرمون وقتی میگیم بوز، منظورمون واقعا جنس ماده این جانور فقط هست، جنس نرش رو شامل نمیشه. در کرمون معروف هست که میگن که بز گوشتش سفته، ولی نر این جانور که کره باشه گوشتش سفت نیست.
مخصوصا اینکه خب ماده ها رو به دلیلی که میخوان شیر بگیرن از اینا در عنفوان جوانی اینها رو نمیکشن، اینا صبر میکنن که این بزها بزاین و اینها پیر بشن بعد میکشنشون. بخاطر همین خب دیگه گوشتشون از اون کیفیت میافته. ولی راستش بخواید من الانم خیلی سخته که راجع به کشتن حیوانات و اینها با این جزئیات صحبت بکنم، ولی به هر حال این که نوع نرش رو ما نمیگیم در کرمون بز، میگیم کره. بله، و غیر از این قاطق عدس داریم و قاطق مرزنجوش داریم و سیپیازو داریم. من سیپیازو رو مخصوصا دوست دارم به دلیل اینکه خیلی ساده هست و میتونه جایگزین به اصطلاح حالا هشبران بشه یا توی صبحانه های ما توی حتی خارج کشور بیاد و چیز در این سادگی فوق‌العاده جالبه که خوشمزه است. من تجربه کردم که بهترین صبحانه ها رو، میز صبحانه ها رو من چیدم، مهمون داشتم و سی پیازو همیشه تموم میشه، بقیه چیزا میمونن، سی پیازو تموم میشه. و سی پیازو هم چیز خیلی ساده است، در واقع یه مقدار پیاز آدم میرزه توی مایتابه و بعد سیب زمینی رو که آب پس کرده رو له میکنه، میرزه داخل این پیازا و با پیازا یه تفتی میده و نمکی و فلفلی هم میزنه و جمعش میکنه. این البته حالا یک شکل دیگری از این غذا در انگلیسی هم هست، ولی این به هر حال غذاییست که فقرا میخوردن مخصوصا در ایران و در کرمان و در خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، افغانستان، اینا هنوزم خورده میشه که خیلی سریع بوده و خیلی سیر کننده. یه چیزی شبیه مشبوطه توی این طرفی هست ولی پیاز داره. پیاز داره و چوغوک بریزو داریم. چوغوک خب یعنی گنجش، بریزو یعنی برشته، مثلا خورما بریز یعنی خورما برشته، چوغوک بریزو یعنی چوغوک رو برشته کردن. و چوغوک بریزو اون تقریبا شبیه اسلاپی جوی ما اینجا هست، با این تفاوت که فکر کنم اسلاپی جو فکر کنم گوجه فرنگی داره قاطیش، ولی چوغوک بریزوی ما هم گوجه فرنگی هم نداره. در واقع ترکیبی است از گوشت و سیب زمینی که با هم دیگه سرخ میکنن و بهش میگن چوغوک بریزو. یعنی با گوشت هم گنجش چوغوک درست میشه؟ نه، من فکر کنم به خاطری که گوشت ها رو ریز 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 میکنن بهش میگن چوغوک. چوغوکش بیشتر جنبه تشبیهی داره، چون هیچ وقت آنچنان رسم نبوده در کرمون گنجش بخورن. میخوردن مردم، نه که نخورن، کما که مثلا در بوشهر و در خوزستان و اینها میگن بنگشت اونجا و اصلا کاملا مرسوم هست و تو خیابون هم حتی مثل حالت جگری و اینها گنجش که کباب شده میفروشن. ولی در کرمون البته برای مثلا همین میگم، مثلا اگر یه زنی ویار سخت داشت، یکی از توصیه هایی که میکردن این بود که میگفتن گنجش بخوره. بعد وقت میان گنجش رو با استخون چرخ میکردن و میخوردن، میدادن به اصطلاح زاو، یا زاو که نه، به آدمی که ویار داشت بخوره. اما خیلی متداول واقعا نبود که مردم گنجشک بخورن. فکر نمی کنم که گوشتش هیچ وقت گنجشک بوده، به خاطر که شاید ریز ریز می شده، فکر میکنم ممکنه می گفتن. اما یک خوراک دیگه داریم، مشتو، یا آنچه توی افغانی ها به نظرم میگن که مشت کباب، ما میگیم مشتو و البته هیچ سیخی توش نیست و یه چیزی شبیه شامیه، ولی شامی که بیشتر شبیه استوانه است تا اینکه شبیه یه کتلت باشه. و تخم مرغ و خرما که باز یه ترکیب خیلی خیلی خوشمزه و عجیبیه و معمولا آدم ها جرئت نمی کنن بپزن، ولی واقعا خوشمزه میشه. یعنی اگر خرما رو، پوست خرما رو بکنیم
و خورما رو بخوابونیم تو مایتابه و با حرارت ملایم، چون خورما خیلی زود میسوزه و بدبو میشه، با حرارت ملایم داغش کنیم. وقتی که داغ شد تخم مرغ رو بشکنیم توش، نمکم نباد بزنیم. من دیدم که ترک ها هم این غذا رو درست میخونن و گوجه بادمجون و پخت پیاز و خوراک مرغ با زیره و شامی برنجی و رولت، یعنی غذایی که معلوم از اسمش هم که نه تنها اینکه کرمونی نیست، اصالتا اصلا ایرانی نیست، ولی خب من جزو غذاهای کرمونی میگیرمش به دلیل اینکه تو کرمون خیلی جا افتاده، تو عروسیای کرمونی ها خیلی متداول هست و مثلا یه سفره یکم آدابی و یکم مثلا عیونی خیلی توقع میره که توش رولت هم باشه، و خب به همین دلیل خب کرمونی ها خوبم تمرین دارن و خوب درست میکنن. و قرمه تخم مرغ هم که راجبش گفتم. یه باز چیز دیگه داریم، به اصطلاح شاخه دیگه داریم که آش و آبگوشتای ما هست، و اوماچو داریم که اوماچو همونی هست که یزدی ها بهش میگن شولی، و فرقش با آش این هست که رشته نداره توش، بلکه تیکه های آرد داره، مثلا تیکه های مثلثی آرد یا گلوله های، اصلا خود لغت اوماچ یعنی گلوله آرد، خود لغتش یعنی گلوله آرد. و بعد به جای سبزی توش اسفناجه، و به جای هر ماده دیگری که اون رو ترش کنه مثل کشک یا هر چیز دیگه، آبغوره یا آبلیمو که تو آش و اینا بعضی موقع مردم میکنن، این توش تلف داره، و تلف یعنی همون چیزی که حالا میگن قره قروت، به این مجموع به این میگن اوماچو. و اوماچ گندمشی رو، اوماچ شلغم و آبگوشت متنجنه که صحبتش کردیم، و آبگرمو و آب داغو و آش ماش و بلغور، که بلغور رو واقعا من خیلی هم دوست دارم ولی هیچ وقت تو خونمون پخته نشده، همیشه از بیرون اومده، یه غذایی بوده که به آینی بوده، تو مراسم بعضیا درست میکردن و میدادن. و قاطق گوشت، قاطق گوشت میدن در واقع یک آبگوشتیه که با میتبال پخته میشه، و آبگوشت نخوداب که این آبگوشت محبوب من هست و من همیشه خودم هم درست میکنم، اصلش هم نخود و تلخون هست، و آبگوشت خروس و آش قلم و آش هفت قلم، که خب اینها هم هر کدومشون دستوراتی دارن و توضیح دادنشون کلی طول میکشه. و نون و شیرینی کرمونی هم، یکی کلمپه هست که یه چیزی گفتیم راجع بهش، و یکی چنگماله. چنگمال هم از اون چیزهایی هست که فوق‌العاده به آدم میچسبه، اگر یه نون سنگه که خوبی باشه مخصوصا، و اون رو اندازه لوبیا ریز ریز کنیم و یه کناری بذاریم، و یه مقداری روغن بریزیم تو مایتابه و خورما رو تو روغن داغ کنیم و یه دستکش کاملا نسوزی باید بپوشیم، و وقتی که این خورما داغ 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 هست، این نونا رو بریزیم داخلش و شروع کنیم چنگ زدن، و اینقدر چنگ بزنیم که همه چی به هم بچسب. چجوری؟ بعد... اون که داغه نمیشه دست، باید این کار بکن، باید یه چیز دستکشی پوشن، واقعا هم سخته، یعنی هی دست آدم میسوزه، هی دست عوض میکنن آدم ها، بالاخره اینقدر اینو میزنن که اینا همه به هم میچسبه، وقتی به هم چسبید اون وقت هم سردش و هم گرمش فوق العاده لذیذه، و واقعا جاش خالی. البته به قول کرمونی ها میگن سوخت جته، یعنی یه دونه صبح بخوری دیگه تا عصر بسه. و توی این ارده چیزم میزنن یا نه؟ فقط نه، چنگمال فقط نون خورما هست و روغن، و روغن خیلی درست کردنش سخته، خیلی درست کردنش سخته.
و بعد خرمو بریز هست و روغن جوشی هست. روغن جوشی من فکر می‌کنم سنت زرتشتی ها بوده که خیلی شبیه بیورتیل کانادایی است، هم شکل شبیه بیورتیل، هم دستورالعملش شباهت داره. سسمی اویل یا روغن کنجد میخواد و روغن کنجد رو باید بریزیم تو مایتابه و یک آردی که از قبل خمیر کردیم رو توی روغن کنجد سرخ و بعد این رو، حالا یکم زردچوبه هم داخل آرده هست، زرد رنگ میشه و واقعا خوشمزه است، یعنی با پنیر خیلی میچسب. جناب راد، تعداد غذاهایی که فرمودید خب تعدادش زیاد هست، چقدر مونده؟ با توجه به وقت برنامه فکر میکنید که چقدر دیگه مونده باشه؟ نه چیز دیگه نمونده، یه کم مونده، همین شیرنی ها و خونکی ها که بله. حالا به هر حال میتونیم از اگر وقت برنامه چیز هست دیگه قطعش بکنیم دیگه بماند. بله، شیرینیجات رو و شیرینیجات گفتید و یه دو موردم خنکی دارم، یعنی فالوده و آلوگوشمونو. یکم راجع به آلوگوشمونو من میخواستم بگم که چی هست. میخواید اینا رو بذاریم برای دفعه برنامه دیگه؟ یه برنامه نمیرسه ولی باشه، من حتی شما بگیم من اطاعت خواهش میکنم، چون خیلی طولانی شد، داره یک ساعت میشه و نمیدونم، فکر میکنم که از حوصله بیننده ها مخارج بشه و وقتی که این غذاهای خوشمزه اونطور که باید شنیده نشه و طرفداران خودش رو ناکام بذاره. من فکر میکنم بذاریم، حتی اگر شده یه برنامه 10 دقیقه یک روبه باشه، اونها رو میگنجونیم توش و یکی دو سه تا هم طرز تهیهشون رو، اونهایی که بهترین هستن و در کرمان خیلی باب هست و مورد توجه هست، دستور تهیه یکی دو تاش هم گفته میشه تا یک برنامه کامل رو بتونه بسازه. خواهش. ممنونم ازتون، مرسی. به نظر میرسه تنوع غذایی در کرمان خیلی زیاده. من کمتر دیدم که 60-70 تا غذای محلی شهری داشته باشه و این خب نشون میده که کدوانه های کرمانی چقدر با غذا و پختن غذا اخ دارن و چقدر تنوع به کار میبرن و این دلیل بر به اصطلاح نوآوریشون در استفاده از مواد اولیه هستش. من اگه اجازه بدید در اینجا با شما بیننده های عزیز و همینطور جناب مهران راد که با حوصله دونه دونه این غذاهای مخصوص بومی کرمان رو برای ما نام بردن و بعضیش هم به صورت خیلی مختصر گفتن که چطور درست میشه، ممنونم ازشون، ولی باید قول به من بدن که یه برنامه دیگه داشته باشیم راجع به شیرینیجات و با قول خودشون خنکی ها که به صورت دسر در میاد. اینا رو میتونیم ما به عنوان دسر انتخاب کنیم. البته من گفتم خانم خنکی ها، شما میگن خنکی ها، من با زحمه گفتم خنکی ها. بله ببخشید اگه نتونستم، من ترسم که تقلید کنم بعد با قسمت های دیگه حرفام جور در نیاد، یه ذره ناهماهنگی ایجاد میشه. بله، شیرینیجات و خنکی ها رو ما میذاریم برای دفعه بعد با یکی دو تا غذاهایی که دستور پختش رو به ما میدن درست کنیم و با پختن این غذاها سر بزنیم به کرمان و ببینیم که کدبانه های کرمانی چه غذاهای خوشمزهی درست میکردن. ممنونم جناب راد از حضورتون در این برنامه، سپاسگزارم و با امید برنامه دیگه که بتونیم با هم در مورد غذاهای کرمان داشته باشیم. خواهش میکنم، به خداوند میسپارمتون. شاد و اهرایی باشید و زندگی شیرین بکنید.